ناگهان یک مسئله هستش، پنج بیمارستان اسرائیل در سالهای 1967 تا 1993 تا پیمان اسلو با یاسر عرفات و تشکیلات خودگردان که 97 درصد رو از کنار باختر در اختیار گذاشتن، 3 درصد فقط آبادی نشین ها بود که اون هم صحبت از رایزنی بود. و مسئله دوم آغازین صحبت از یریخو بود یا جریکو و غزه رو در 30 سال پیش در اختیار یاسر عرفات گذاشتن و از اون کنار باختری هم که بیرون آمدم 2005 شارون بدون هیچ گونه همه پرسی 10,000 نفر رو کوچ نشین کردن و کوچ اجباری دادن از یهودیان که از اونجا تخلیه کردن، 22 شهرک رو اونجا منهدم کرد شارون، که حتی نمیدونم سر قبرش هم آیا کسی میره در روز گرامی داشتش یا نه. بله، مسئله دوم برای این هستش که شما نگاه کنید از بیمارستان هایی که ساخته شده در حال یافت شده در زیر آنچه که یافت شده در زیر بیمارستان اشرفا و بیمارستان اندونزی و غیره، به هر حال جای شکی باقی نگذاشته که اونجا زیر زمین هایی بوده که از اون برای تسلیحات محمولات به هر حال برای موشک پرانی و غیره اینها استفاده میشه می شده. از 365 کیلومتر غزه 500 کیلومترش در حال تونل سازی شده به جای اینکه برای رفاه مردمی میلیاردها دلاری که آمدن و واریز کردن به حساب اونها که آمدن تونل سازی کردن. و اگر از ابو مرزوق هم بپرسید که چرا در عرض این 18 سال از 2007 که شما روی کار آمدید یا 30 سال پیش که غزه رو در اختیار تشکیلات خودگردان عرفات گذاشتن، چرا شما نیومدین یه پناهگاه بسازیم برای اینها؟ این که کار ما نیست، ما باید فکر خودمون باشیم، اونها سازمان ملل باید بهشون رسیدگی بکنه. یعنی میلیاردها میلیارد دلار، من جمله 30 میلیون دلار در ماه که جمهوری اسلامی چمدونای پر از پول برای اینها میفرستاده در از 36 سال 360 میلیون دلار در سال، حسابشو برسید چند میلیارد دلار پول جیب هر ایرانی به اونها فرستاده شده. ولی بحث بر این هستش که در حال حاضر آنچه که سخنگوی اسرائیلی در اختیار افراد گذاشته و سخنگوی اسرائیل نیز به فارسی سعی میکنن تیک تاک هایی رو تهیه بکنن و اون رو در اختیار افراد گذارن، روی اینستاگرام IDF هستش، روی یوتیوب هستش، در رسانه‌های گروهی هست شما میتونید یاب بکنید، تمام اسلحه هایی که در اونجا هستش تا چند روزه میتونه خط رو برسونه به تهران و سپاه قدس و واگنر، تمام اینها مشهود هستش. وال استریت ژورنال هم درباره این مسئله و آموزش هایی که اینها دیده بودن از پاراگلایدر ها و غیره اینها آمده در اختیار گذاشته. ولی بحث ما خیلی مهمتر از این هست. ما صحبت ما از صحبت از امنیت ملی ایران هستش و اینی که تا چه اندازه این مسئله میتونه آخرکار به جایی بیانجامه که به ایران حمله بشه. حالا میتونه اون آسیب پذیری میشه گفت هیمنه اسرائیل به خاطر اطلاعات امنی که در شیمبت در اختیار اونها گذاشته شده بودن، یعنی آنچه که اطلاعات امنیت پایه رسانیده به اون افسران ارشد که اونها رو رد نکرد یا اونها رو نمیدن منتقلش بکنن، بحث جداگانه است که دادگاه حقیقتیاب رو خواهیم داشت. ولی بحث بر این هستش که اگر آنچه که صحبت میشه از حماس، جهاد اسلامی و کانالهای ارتباطی و پولهای وارد شده و از نظر پشتوانه مالی و لوجستیکی و فناوری هایی که سپاه قدس در اختیار اونها گذاشته، چه به حوثی ها، چه هلال شیعه و نیروهای منتصب یا نیروهای میشه گفت نظامی که بار آورده دست پرورده اون هستند که برای عملیات تروریستی که بتونه لایه هایی از امنیت خودش و عامل بازدارندگی برای سپاه قدس ایجاد بکنه، بر این هستش که تا اونجایی که درک میشه در حال حاضر انحراف اذهان عمومی و افکار عمومی از آنچه که در جنگ اوکراین میگذشته و همکاری که سپاه قدس داشته با روسیه در قبال اوکراین رو به طرف جنبش مهسا و به طرف قضیه فلسطینی بردن که بتونن انحراف افکار رو به انجام برسن.